آلون توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای دکتر توفیقی، بسیار خوش آمدید. چقدر قرنطینه کامل و تعطیلی در شرایطی که همه‌گیری کرونا ادامه داره و روند واکسیناسیون کند هست ضرورت داره و میتونه در کنترل بحران مؤثر واقع بشه؟ با توجه به اینکه هنوز در کشور ما متاسفانه واکسیناسیون به اندازه کافی انجام نشده و حتی واکسیناسیونی هم که انجام شده به نظر میاد در برابر سویه دلتا کمترین اثر بخشی رو داره، بنابراین میشه گفت که ما همچنان در خانه اول هستیم و مثل دفعات قبل مؤثرترین سلاحی که داریم قرنطینه کردن مردم هستش، که البته مسئولین جمهوری اسلامی هم هرگز به اون عمل نکردن. من البته با آقای دکتر زالی اصلا موافق نیستم که ایشون گفته مسئولین درک درستی ندارن. مسئولین اتفاقا درک درستی دارن، منتها چون این مشکل در حال حاضر مشکل اصلی اونها نیست، نظام رو تهدید نمی‌کنه و فوریتی برای اونها نداره، لذا فعلا در برابر اون بی‌تفاوتن. چگونه ممکنه که مثلا نظامی درک بکنه که مثلا برای برگزاری مراسم تحلیل باید تهران رو قرق کنه، پرنده پر نزنه، تعطیل بکنن، اما در برابر مرگ هموطنان ما که تعدادش الان بیشتر از در 18 ماه بیشتر از 8 سال جنگ تحمیلی شده، اونجا 190 هزار نفر در 8 سال کشته شد، الان 210 هزار نفر البته بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی. پس من فکر میکنم که اونها درک میکنن، منتها هنوز احساس خطر نکردن که این ممکنه نظام سیاسی رو تهدید بکنه. دقیقا پرسش همینطور، چطور با وجود این وضع بحرانی برای جلوگیری از تجمعات مذهبی و مراسم عزاداری نهادهای حکومتی اقدام و دخالت نمی کنند و تنها به صدور دستورالعمل اکتفا می کنند؟ چقدر این پروتکل های بهداشتی در عمل رعایت میشه؟ ببینید، رعایت این پروتکل ها برای اینکه شما بخواید نمونه اصلی اون رو ببینید و کسانی که قرار هست الگوهای مردم باشند و شب از صبح تا شب در تلویزیون های جمهوری اسلامی دارن اینها رو نشون میدن، شما میتونید به مراسم تحلیف دیروز مراجعه بکنید، عکس ها و فیلم هاش موجود هستش. به هیچ وجه جز در اون لحظاتی که مثلا خب بالاخره سخنرانی هست میخوان یه فیلم در واقع تبلیغاتی برای تمام دنیا هم داشته باشن، در قبل و بعد از اون به هیچ وجه پروتکل ها رعایت نشده. تمام عکس ها نشون میده که پیرمرد 90 و چند ساله که الان میشه گفت که بعد از آقای خامنه ای حاکم دوم کشور هستش، بدون ماسک داره در راهروهای مجلس حرکت میکنه، اطرافش افراد جمع میشن، و یا خود آقای رئیسی در حالی که قرار هست ایشون ریاست اون ستاد ملی مبارزه با کرونا رو به عهده بگیره، باید الگو باشه. جمعیتی که دور ایشون جمع شدن یا عکس های یادگاری که دارن میگیرن، خب اینها مردم وقتی به این نگاه میکنن اونها هم بی تفاوت میشن. پروتکل ها فقط نوشته های روی کاغذن. اگر قرار باشه اینها تبدیل به عمل بشه، باید اولا حکومت زمینه های عمل کردن به این پروتکل رو فراهم بکنه. مثلا ماسک، شما الان مردمی که نان ندارن بخورند چطور میتونن ماسک در واقع با اون قیمت رو تهیه بکنن؟ بنابراین عمل نمی کنن، باید ماسک به اندازه کافی تهیه بشه، باید مردم تأمین بشن، تأمین هزینه های یک تعطیلی اصلا شوخیه، مثل یک دو هفته پول نفرستن به لبنان و سوریه و نمیدونم اون جاهایی که عمق استراتژیک براشون به حساب میاد، این رو خرج مردمی بکنن که نیاز دارن، برای نیازشون خارج میشن، اینها در خونه بمونن، قرنطینه برگزار بشه و زنجیری انتقال ویروس قطع بشه، وگرنه هیچ راه حلی نداره و این مرگ و میر متاسفانه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. سپاسگزارم از توضیحات شما دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما.